ببخشید شما؟ سلام علیکم، خسته نباشین. حال شما چطوره؟ مهمانان امشب ما از گلن، دسته گلن، اصلا معرفی نمیخوان که فوتبالیست بودن، شغله، یه جور شغل، بله شغله، ما اصلا معرفی نمیکنم، خودشون معرفی کنن خودشونو. بفرما تا پلاتوی این برنامه دو نفر است برای اولین بار. حالا ببینیم چی میشه، چه جوری میشه. خودتون معرفی بفرمایید. به نام خدا، حمید استیلی هستم. سلام میکنم و عرض ادب خدمت بینندگان. سابقه کارتون؟ سابقه کارم حدودا 17 ساله که فوتبال. 17 سال شما؟ من دوست دارم شما منو معرفی کنی. خواهش. من عرض سلام میکنم خدمت تمام بینندگان. خواهش میکنم. آقای یزدانی از فوتبالیستای درجه 1، بقیه‌اش خودتون بگید. شما ایشون از اوناست که امشب میخواد پوست منو بکنه ها، یعنی خیلی زبله، فوتبالش هم همینجوره. حالا میبینیم. عرض کنم خدمتتون که شما چی شد که ورزشکار شدی یا یزدانی؟ آقای استیلی شما بفرمایید چی شد، منتباید بلندتر صحبت. بله، والا چون محله ما تو منطقه جنوب شهر خیلی یواش صحبت، و به خاطر اینکه فوتبال هم یه ورزش کم خرجی بود، با دو تا سنگ و یه توپ پلاستیکی میتونستیم بازی کنیم و تو مناطق هم که بیشتر بچه ها فوتبال بازی میکنن، ما ناخودآگاه به این ورزش کشیده شدیم که همش با توپ پلاستیکی و تو زمین های خاکی و بعد وارد باشگاه شد. شما روزی چند ساعت ورزش میکنید؟ حالا؟ روزی 6 ساعت. خب 100 میلیون بار ازت پرسیدن که وقتی اون گل معروف رو به امریکا زدی چه احساسی داشتی؟ من همین سوالو بکنم یا جور دیگه بپرسم؟ اصلا چی شد که اون گل رو به امریکا زدی؟ خوبه اینجوری بپرسم؟ بپرسم. ولی تو زمین که من بازی میکنم، پستی که دارم بازی میکنم، مربی ها یه وظیفه به من داده بودن، بیشتر حالت دفاعی داشتم و آقای باقری بیشتر نفوذ میکرد تو منطقه هافبکی که بازی میکردم. تو این شرایط که من دیدم آقای باقری ایستاده بود و نفوذ نمیکرد و توپ اول به آقای دایی رسید و آقای دایی دادش به آقای مهدوی کیا، بعد آقای زرینچه رفت و پاس گرفت. من اون موقع دیدم که مابین آقای خداداد عزیزی و آقای دایی فضای خیلی زیادی خالیه و من تو اون فضا رفتم و آقای زرینچه اون سانت خوبو کرد و منم زدم. وقتی بلند شدی برای زدن اون هد چند درصد فکر میکردی گل بشه؟ موبایل ما بازی که میکنیم، ضربه که میزنیم به امید گل میزنیم، ولی اون ضربه‌ای که من زدم اون موقع خودم احساس نمیکردم چه جوری گل زدم. بعد رفتم تو هتل و نشستم تلویزیون رو نگاه کردم، دیدم چه گل قشنگی. خیلی خوب. عرض کنم که شما فوتبال از همه ورزش‌ها بیشتر دوست داری؟ بله. خب بفرمایید که برد و باخت برای شما اهمیت داره خیلی؟ راستش رو نه زیاد. قبلا برام خیلی اهمیت داشت ولی الان نه. برای شما چی؟
آره اهمیت داره. خیلی اهمیت داره. بله. خب اینجا نوشته شده که روزی چقدر ورزش میکنی؟ اونقدری که فیلم میبینی، کتاب میخونی، با خانواده میشینی گپ میزنی، شام میخوری، به همون اندازه. برعکس گفتم، اونقدری که هیچی اصلا تا اینجا شد. دوباره میگم، اونقدری که فوتبال میبینی، به زن و بچه و سینما و مطالعه هم میرسی. حالا درست شد، به من چه مربوط، فضولم. ببخش، شما این نمایش ببینین. یعنی چی دکتر؟ این هر دو دستکش مال دست راسته، من به زور زدم دستم. این چیه به من دادید شما؟ ببخشید، این دستکش ها تا حالا 100 بار مصرف شده، همینا رو در اختیار ما گذاشتن، میگن نداریم. چی میگه نداریم؟ رئیس بیمارستان. نمیشه که اینجوری، این همه پول از مردم میگیرن، به اتاق عمل که میرسه به این وسایل میگه این همه هم مهمه، نداریم. اعتراض هم نمیکنیم، میگه آقا نداریم دیگه. میخواید با خاک کوچه یکی بشیم؟ با خاک کوچه یکی میشیم. اینجوری میگه حالا دیگه اون مدلی شما صحبت نکنید. این مریض چشه؟ این مریض دروازه‌بان هستن، دروازه‌بان یکی از تیم‌های فوتبال مطرح. بله بله، بشناسمش بشناسمش. بسیار خوب. آسیب دیدن؟ بله آسیب دیدن. دکتر شما ضربان قلب و بله تنظیم بودن گرفتی؟ بله فشار خون کامل برای عمل آماده است. شروع می‌کنیم. خواهش می‌کنم. داشته باشید. بله این گل رو میشناسی دکتر؟ بله، گل بازی با بوینس آیرس. بله. که خورده شده توسط. بله. ایشون. بله. کنار بگذارید فرض مجددا. خواهش میکنم. این گل هم که داخلیه. بله، بین دو باشگاه. بله باشگاهیه. ولی فکر کنم این گلی بوده که توی آفساید بهش زدن ها. احتمالاً. متوجهی ببین؟ بله بله. اون چاش هنوز باز نشده. نشده. این بله. نشون میده که هنوز گل کامل نبوده، آفساید بوده. بله. فول بوده این گل. بله. عجب گل قشنگی خورده. بله. عجب گل قشنگی خورده. این از اون گلا بوده که حالش بد کرده ها. بله. گل خورده ها. بله. گل. بله. متاسفانه زننده این گل هم خیلی ماهر بوده. گل سفید نشون میده که اینو با پنالتی بهش زدن. احتمالا این بیچاره رو. بسیار خوب، میدوزم مجددا. اسمتون اگه ممکنه بفرمایید. دیگو مارادونا. جانا؟ دیگو مارادونا. من دیگو مارادونا رو دیدم تو تلویزیون و اینا، اصلا شبیه شما نیست. آقای
دروغ گفتم، دروغ گفتم شاید منو تو فیلمتون بازی بدید. ببین عزیزم، اصلا اینجا نیاز نیست که دروغ بگی، اینجا هر کسی خوب تست بده و بازیکن قبول میشه، هر کسی بد این کارو بکنه رد میشه. باش دیگه، قول میدم دروغ نگی. اسم واقعیتون چیه؟ رضا مرادی. تو چه تیمی بازی میکنی؟ آس میلان. چیه؟ فوتبالیست؟ فوتبالیستم. تو چه تیمی بازی میکنی؟ آس میلان. باز دروغ گفتی؟ گفتم شاید نقش خوبی بهم بده. گریه نکن، واقعا فوتبالیستی؟ آره به خدا، آره به خدا، اونو دیگه راست میگم، بجون مامانم راست میگم. خیلی. تو چه تیمی بازی میکنی؟ تو تیم چهار حسن خان. چهار حسن خان؟ آره این محله، چهار حسن خان، شما نمیدونی اسم تیمتون چهار حسن خانه؟ چهار حسن خان، یه محله است. داری راست میگی الان؟ آره به خدا، میتونه از زنگ میزنم بچه ها رو پرسیم. خیلی خوب، خیلی دیگه دروغ نمیگم. خیلی خوب. کارت توی تیم چیه؟ توی تیم فوتبال؟ من نوک حمله. دروغ داری میگی باز؟ نه. تو تیمای خوب و دست اولی که بازی میکنم، من میرم پشت دروازه توپ جمع میکنم. گفتم شاید نقش خوبی به دیگه قول میدم دروغ نمیگم. ببین دیگه فوتبال تو هیچ ربطی به بازیگریت نداره، تو راست بگی بهتره. قول میدم دیگه دروغ نگم. تو تیم کارت چیه؟ توپ جمع کن. خیلی خوب. چی شد که به بازیگری علاقه مند شدی؟ خب آخه من دیدم این یارو کیه؟ رونالدو بود؟ کی بود یارو؟ رب بازیگر شد. منم گفتم خب ما بریم بازیگر شیم، ما هم که استعدادش هم داریم. قبلا هم بازی کردی؟ آره من اصلا تو هافبک، قسم هافبک بازی میکنم. تو در یه تیم منظور، دست چهار. منظورم نقش فیلم و سینمایی و ایناست. آره آره، من نقش کرگ داگلاس رو در اون فیلم کرگ داگلاس داشتم. اسپارتاکوس منظورته؟ اسپارتاکوس. دیگه چه نقشی بازی کردی؟ همون نقش اسپارتاکوس رو دیگه. وقتی دروغ بگی تست قبول نمیشی، باید راستشو بگی. باشه باشه. چه نقشی قبلا بازی کردی؟ همون هافبک بودم. فقط با توپ جمع کن. سینما و تئاتر اینا بازی نکردی؟ چرا، زیاد سینما زیاد رفتم. چی بازی کردی؟ بازی نکردم، رفتم. خیلی من یه تست از تو میگیرم عزیزم، ملاکم هم فقط برای قبولیت همین تستیه که میگیرم. تو چه مارادونا باشی چه بنهو فرقی برای من نمی، متوجه شدید؟ بله کاملا. یه دروغ نمیگم دیگه. سوار تاکسی شدی، راننده تاکسی میخواد بدزدتت، چیکار میکنی؟ منو بدزده؟ صد بار تو این موقعیت گیر کردم، اصلا نمیترسم که. یه دونه اینجور با پشت دست میزنم تو دهنش تا در ماشین باز بشه، پشت صندوق عقب بره بیرون. با چه نیروی این کارو میکنی؟ با نیروی دستم دیگه. بازم دروغ گفتم. میترسم. از چی میترسی؟ از اینکه شما بهم نقش ندیم. ربطی نداره. ببین تست تو اگه درست بازی کنی بهت نقش میدم. تاکسی میخواد بدزدتت، چیکار میکنی؟ جیغ میکشم. سرم و پنجره تا اینجا میکنم، میرم میگم کمک. خیلی خوب، این درسته. خیلی خوب، چرا دروغ میگی؟ نه تلفن تماست همینه که اینجاست؟ تلفن ندارم. چجوری با تماس بگیم؟ بیان کنار زمین منو صدا بزنین، خودم میام. صداتون میزنی؟ بس وسط زمین نباشه، بین دو نیمه باشه. تموم شد، صدات میزنی. باش. تموم شد؟ تموم شد؟ بر. قبولم؟ بر. آسانسور نمیخواد گیر بکنم؟ ما دوست داری تو آسانسور گیر کنم؟ نه میترزم. پس برو قبول.
این شماره تلفن، شماره تلفنش هم 11 رقمیه اینجا نوشته. بفرمین که تا حالا وقتی تو بازی باختین گریهتون گرفته؟ بله. گرفته؟ بله. تا حالا شما هم یه بار که بردین گریهتون گرفته ها؟ فرقش بله. چیه؟ شما هم میبرین هم میبازین گریه میکنین؟ چیکار رو آدم تکلیفش رو به شما نمیدون؟ دیگه من تو دوتا بازی خیلی حساس بود، اشک شوق ریختم. یکی بازی با استرالیا بود که بعد از 20 سال وارد جام جهانی شدیم. بله. و یه بازیه که تقریبا باخته بودیم 2-0، تونستیم 2-2 مساوی کنیم و به جام جهانی بریم. یکم بازی با آمریکا بود که اون گل حساسو زدم. چند سال فوتبال بازی میکنین؟ حالا حرفه‌ای هم نه، اصلا از کی علاقمند شدین و چند بار توپتون رو پاره کردن افتاده خونه همسایه؟ توپامونو که زیاد پاره کردم، ولی 9 سال بازی میکنم. 9 ساله. خب بفرمایید که سن بازنشستگی برای فوتبالیست چه سنیه؟ الان والا سن به نظر من عدده. اون چیزی که بازیکنایی که از الان ملاک اصلی تمرین کردنه. برای خود من این ثابت شده و یه الگوهایی برای خودمون برداشتم، مثل آقای ماتئوس که الان در سن 38 سالگی هم داره بازی میکنه، یا مثلا آقای زرینچه، آقای محمد خانی با یه سن خیلی بالایی دارن بازی میکنن. سن میتونه یه عدد باشه، ملاک اصلی به نظر من تمرین کردنه. خوبه به حال دعواتون نشه گفتین با یه سن بالا. نه. بفرمایید که بازی تو زمین حریف بهتره یا تو زمین خودتون؟ من جواب بدم مثلا؟ بله، بعد از ایشون هم میپرسم این سوال. تو زمین خودمون بهتره، چون هم طرفدارامون بیشتر هستن. بله. هم آشنا هستیم به زمین. شما هم همینو معتقدید؟ نه، تو زمین طرفدارا بهتر بازی میکنه. تو زمین خودمون؟ تیم مقابل. تیم مقابل. چرا؟ اون فشار روحی دیگه، فشار روحی که تماشاگرا توقع برد داره دیگه روی ما نیست دیگه، راحت میتونیم بازی کنیم. بعد برگردی ایران چی؟ بله. پوستت کنده است که. خب بفرمایید که این بازی جوان مردانه یعنی چی؟ اینقدر میگن بازی جوان مردانه، چه جوریه بازی جوان مردانه؟ از اسمش معلومه دیگه. خب چه جوریه من نمیفهم. میتونم مثلا یه مثالی بزنم، همین که تو فوتبال که همیشه پیش میاد که بازیکنی که مثلا ضرب خورده، بازیکن مقابل خورده زمین و توپ دست ماست، به خاطر اینکه وقت بدیم، زمان بدیم که دکتر بیاد بالا سرمون، ما توپو میزنیم تو اوت. به این میگن یه بازی جوان مردانه. بعد اونا هم در تلافی این کار توپو برمیدارن باز به تیم ما میدن. شما خانوادتون به سفرهایی که میکنید و غیبتهایی که دارید طولانی عادت کردن؟ دیگه عادت کردن. آخه ولی مادرم گریه میکنم. آخه آقا اینجا نوشتی که فوتبال خیلی ورزش خوبیه، فوتبال دیدن هم خیلی کار خوبیه، ولی ساعت 2:30 شب که مردم خوابیدن صداشو تا پیچ آخر بلند میکنی، بعد گل که میشه با تمام انرژیت میزنی گل، که این پیرزنی که طبقه پایین خونتون خوابیده میچسبه به سقف. خب نکن این کارو، این تو خونه خودت میخوای فوتبال ببینی ببین دیگه، مردمو که نباید بکشی که به خاطر دوتا گل که. بعد حرف من میزنم؟ نه خیلی. نه شما معتقدی؟ نه. یعنی چی؟ یعنی بعد حرف میزنم با چی میگن؟ تمام وجود ابراز احساساتشو بروز بده. بله. شما همسایه هاتون زندن؟ همسایه های اطراف الان دیگه نه، الان دیگه نیستن. خسته نباشی، یه نمایش ببینین شما، ما ببینم چه کار کنم بایش. ببخشید. سلام. سلام. حال شما خوبه؟ متشکرم. ببخشید شما فوتبالیست نیستی؟ با اجازهتون. از تیم ملی دیگه. بله. بچه‌ها بیان. دیدی گفتم بیان.
بیا خودشه بابا خودش اینه. سلام علیکم. نگاش کن نگاش کن خودش نیست خودش. آره سلام. دیدی برده عاشق بازی شما. متشکرم. تو بردی آقا تو بردی. آره همون خود خودش. آقا نازی لطفی اجازتون من برم. من تا یه ساعت آقا امضا مسابقه شروع میشه من باز اونجا باشم تمام. ما میرسونیم یه امضا لط کنیم به ما بدین. یکی امضا به همون بده. اصلا باورم نمیشه خود خودشه. کی مسابقه داری؟ یه ساعتی دیگه. آره خودشه. آره خودشه. لطف کنید امضا هم به من بدید. آقا ما خیلی خوشحالیم امروز شما رو دیدیم. خواهش میکنم. آخه نازی کاغذ بده. کاغذ بده. من ندارم کاغذ. یه کاغذ بده. آقا بخشی الان کاغذ بده. من یه فرصت دیگه. نه نه نه. یه کاغذ بده. من نه. آقا یه کاغذ ما بدید. من یه ضرر داشتم. تو کاغذ نه. من یه ضرر متاسفانه من کاغذ ندارم. نگاه کن چی امضا داشت. من یه ضرر امضای قشنگ. نه آقا نه رو بایی سال بعد از مادر پیدت کردیم کجا میخوایی بریم یه بوسید کنم من آخه باید برم یه ساعتی دیگه من مسابقه دارم باید یه تمرین بکنم حالا میری بابا چه عجبش اون که زده بودیم باکت زده بودیم آقا قربونه زده اگه آوردی اگه ممکنه ما خیلی خوشحالی شما رو دیدیم اصلا نمیدونیم خودش آنه چه خواهی امضا بکنید لطفا ببخشید خیلی ممنونی امضا بفهمید ببخشید یه امضا میکنی؟ چقدر خوشحالیم شما رو ببینیم آقا یه امضایی درستا کاغذ زدش حالا آقا امضا کنی دیرتون میشه استادیوم شما آقای فروتن خیلی خوشحالیم آقا شما رو ببینیم باورم نمیشه آقا خیلی خوشحال شدید قربان تو خدا خود کن آقا یاد داره خدا موفق باشی بشین به جای این کارا این پرونده ها رو درست کن چش نمیدونم چرا یه چند وقتی گوشم در میزنه بهروز گوش آدم که در نمیزنه زنگ میزنه بعدم این صدای زنگ بود صدای زنگ نبود صدای در بود من فکرم در میزنه بفهمید تو در بازه سلام آبجی سلام داداش سلام مجلس کاری خوش اومدیم ما شما رو سر کار میذاریم شنفتیم که اینجا مؤسسه کاریابیه آدم رو سر کار میذارم ما هم که اومدیم خدمتون یه کاری مناسب با مراممون برامون پیدا کنید حتما؟ بله بله ما حتما برای شما کار پیدا میکنیم اسمتون رو بفرمایید تا براتون کار میکنیم یارکوب هستم بله؟ یارکوب بله چیزه شما احتیاج نبوده کفشتون رو بله کفشتون احتیاج نبود در بیارین اینجا همه با کفش میان تو با کفش همه در نیاوردیم ها کفشه بله 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 متوجه شدیم اگه میشه پاتون کنی کفشتون اون کفشه پس یه گردنتونه بله ما یه مدتی فوتبال رو گذاشتیم کنار ما فوتبالیست هستیم دیگه فوتبال رو گذاشتیم کنار اینم به این دلیل انداختی گردنمون که با فوتبال خدافظی کردیم دیگه یعنی بله متوجه شدیم آقا یارکوب شما چه جور کاری میخواین؟ کاری که با مراممون بخونه یعنی تو هم بازیامون قدیمی ها افت نداشته باشه با مراممون بخونه آقا یه کاری که به مرامشون میخواه تو هم بازیاشون افت نداشته باشه بله خب آقای یارکوب پستتون چی بوده آقای یارکوب؟ من یارکوب بودم بله بندم همین رو عرض کردم پستتون رو گفتم یارکوب؟ اسمتون نه پستتون ببینید خانم یارکوب بودیم ما توی زمین بازی میکردیم یارکوب بهمون گفتن ما اصلا یارکوبیم اسممون همون کارمون هم یارکوب اسممون هم یارکوب بله بله من متوجه شدم سوسن ببین یارکوب یه پستیه توی فوتبال خب تو کی میخوایی این چیزا رو متوجه بشی؟ خودم میدونم
فقط میخواستم مطمئن بشم که شما به چه جور کاری علاقه مندید. خب حالا واقعا شما چه کاری رو بهش علاقه دارید؟ خدمت شما عرض کنم که ببینید، اولا که ما تو این بازی که کاری که شما میخواد برای ما پیدا کنید حتما در نظر بگیرید که حواستون جمع باشه با مرام ما بخونه. ای خب ببخشید مرامتون چیه؟ مرامم یارکوبیه. آها شما فوروارد نمیتونید بازی کنید؟ اینجا یه پست خالی توی فوروارد داریم. نه آبجی، فقط یارکوب. بعد فقط یارکوب. یارکوب. اگه قرار باشد فوروارد بازی کنیم خب ادامه میدادیم کارمونو دیگه. ما فقط قسمت یارکوب میتونیم بازی کنیم. یعنی شما کارتون رو رها کردین؟ بله ما دیگه کار رها کردیم. الان فقط میخوام ببینید یه موضوعی بهتون عرض کنم. اون یارش هم خیلی مهمه. کوبش باشه به هر حال یه جورایی. ما به این خیلی حساسیم. بله شما گفتید که کارتون عوض کردین، یعنی دیگه یارکوب نیستین؟ اسمتون چیه؟ یارکوبیم. اسمم که عوض نکردم، کارمو عوض کردم. اسم همون یارکوبه. اسمتون یارکوبه دیگه، کارتون ولی یارکوب نیست. یارکوب نیست. ببینید به هر حال ما باید یه الگویی داشته باشیم دیگه تا بتونیم بر اساس اون الگو برای شما کار پیدا کنیم. الگو که هست آبجی. الگو که هست. ما الگومون ببینید، ما الگوی زیادی مثلا از پله، الگوی ما پله است. یکی هم این مارادوناست. نه هر دوتا یارکوب بودن. ای فامیلای شما؟ نه اینا بازیکنهای بین المللی هم که جفتشون یارکوب بودن. الگوی ما در فوتبال اونه. به دوستو کی میخوای بفهمی که این آقا یارکوبه؟ یارکوبه. من که اینجوری نبودم رسمی. بله. خب الان براتون کار پیدا میکنیم. ما همین الان براتون کار پیدا میکنیم. خب یارکوب. نمیدونم والا، ما هیچ شغلی که مناسب کار شما باشه نداریم. یارگیر داریم، یارکش داریم، ولی یارکوب نداریم. یارکوب نداریم. ببینید حالا کوبش باشه، کوب توش باشه، حالا یارش خیلی مهم نی، اما کوب باشه. با مرام ما بخونه ها. با مرام چیزه گوش کوب نمیشه آبجی؟ این شوهرته، نمیدونم شوهرته فکر کنم. چنان میزنم تو اون فکرت که نفهمی کدوم بری بری. تو آفسایدی مثل این که تو. ببخشید آقا این بهروز مصدومش میکنم آقا. نه نه شما ببخشید، این بهروز ما یکم از نظر عقلی مصدومه. شما به حرفاش توجه نکنید. کی عقلی مصدومه؟ من مصدومم. خیلی خوب، کار مناسب. آهان اینهاش پیدا کردم. یه آقایی هست اینجا که به یه محافظ برای دارکوبش احتیاج داره. محافظ دارکوب، محافظ دارکوب. تو حرف نزن. آفساید. خوبه دیگه، محافظ دارکوب. محافظ دارکوب، مدافع یارکوب. محافظ دارکوب، مدافع یارکوب. به مرامتونم میخوره. میخوره، به مرامم میخوره. رلش کنید اینو. رلش کنید. رله کنیم. رله کنم. رله کنید. میریم. شما این آدرس رو بگیرید، کمیسیون ما رو بدید، با خودمون رلش میکنیم. بفرمایید. کمیسیون؟ رو چشم. با اجازه آبجی. دست شما در کمیسیون میخواد. بی جلو، بی جلو، بی جلو. بینم کمیسیونه. دست شما درد نکنه آبجی. خواهش میکنم. خداحافظ. رله کرد. بندازین کفشا رو دور بهروز. بندازین رو دور. و بازی تا دقایقی دیگر با سوت داور آغاز خواهد شد.
الان شروع نتیجه شد. این دیدار برای هر دو تیم بسیار مهم و تعیین کننده است. بدونی مقدم اینا چند ماه واسه این مسابقه تمرین اونجوری کردن اصلا نمیدونی وقتی که بعدی شد کاپیتان تیم من چه قضیه مرحله بعد صعود خواهد کرد. آخر هفته ما داریم میریم شمال با ما میایم بازنده به مقدم گفتم آره با بعدی اینا بریم کوچه یکی میشه. فردا شب هم شام شما بیاین اینجا. ما که هر روز اینجا ایم. حالا کاپیتان های دو تیم به وسط زمین میان. مقدم ها مقدم با بدیعی روبوسی میکنه تا بازی تا لحظات دیگر آغاز بشه. بسیار خوب، با سوت داور بازی از این لحظه آغاز میشه. قیاسوند خودش جلو میره، پاس به جناح چپ، حرکت های عرضی، صدوش کم زیاد کنم، دوباره توپ رو میفرسته برای مقدم. مقدم باریکلا مقدم خودش به تنهایی جلو میره، فرصت برای کار داره. مقدم پاس به جناح چپ، دوباره برای مقدم، بدی تکل خطرناکی روش انجام میده. مقدم نقش زمین میشه. این حرکت خطا بود. داور کارت زرد به بدی نشون میده و اعلام ضربه آزاد برای این تیم. تقصیر مقدم بود، واسه چی به بدی برداشتن کارت زرد دادن؟ تقصیر شوهر تو بود دیگه. یعنی چی؟ خود مقدم پشت توپ قرار میگیره. داور اشتباه نمیکنه؟ اگه اون پشت پا بهش نزده بود که اون اونجوری کارت زرد نمیگرفت که. نخیر مقدم پاس به جناح چپ. یعنی چی؟ سعی میکنه تقلب قدر خطا نمیکنه، فقط بدی خطا میکنه. فقط بدی اصلا تیمشون کلا اینجوریه. بدی چی؟ چی به بدی؟ همیشه با خطا میکنه. من نمیدونم اینه که هیچ وقتی نمیبرن کاپیتان میدان میکشن بازیگر میانه یه میدان جریان داره. حالا توب در اختیار بدیعی قرار میگیره. اون بازی های جهانی داره بازی میکنه. اون بدیعیه که داره بازی میکنه. توب در اختیار بدیعی خودش جلو میره. چی پس مهمه؟ چی پس مهمه؟ تو در زمین خاکی ها بازی کردن؟ مقدم رفته تو زمین خاکی داره بازی میکنه. چی رفته تو بازی جهانی؟ دوباره توب در اختیار بدیعی قرار میگیره. مقدم بدیعی رو هول میده. بازی با نتیجه مساوی به پایان میرسه. مقدم و بدیعی کاپیتانان دو تیم که در این بازی بارها برخورد داشتند روبوسی میکنند و در حالی که دست در گردن هم دارند زمین رو ترک میکنند. امیدوارم که از این گزارش ورزشی لذت برده باشید. با شما خداحافظی میکنیم. تقصیر منه که از من پاشدم اومدم خونتون. اگه دیگه پامو گذاشتم اینجا. تقصیر منه که اصلا راد دادم تو این خونه. کرده نوبرش رو برده. خیالت رسیده که با هم شمال بریم؟ خیالت رسیده که فردا شام دعوتت کنم؟ حالا چرا پا نمیشی بری خونه تو؟ آقای یزدانی شما ورزشکار مورد علاقت کیه؟ آقای استیلی. شما؟ آقای یزدانی. من آقای پروین مامانی. خیلی. از خارجی ها چی؟ از خارجی ها لوتار ماتئوسن. شما چی؟ من آقای مالدنی. با آل مالدنی. فکر کردم بخوای بگی خارجی آقای استیلی. اونم همتیب آقای استیلی. خیلی خوب. اون وقت اگه فوتبالیست نبودی دوست داشتی چه کاره بشی؟ خلبان. شما چی؟ نه دوست داشتم مهندس بشه. مهندس چی؟ مهندس راه و ساختمان. راه و ساختمان. خب الان هم دیر نیست؟ دیره؟ دیگه نمیشه؟ الان من رفتم تو رشته تربیت بدنی خوندم و خب. لیسانس تربیت بدنی. شما چی؟ دیره؟ دیگه نمیشه؟ وقتش نیست. وقتش نیست. خب سفرهای خارجی زیاد دارین هنوز؟ تقریبا. شما هم همینطور؟ بله. شما چه چیزی؟ من خیلی فوتبال وارد نیستم. بعد یکی دیگه میشستیم برنامه رجم که کجای زمین شما تشریف دارین؟ یعنی پستتون بده کرد بده مردم تا بده پستتون چیه تو زمین؟ هافبک وسط بازی. هافبک وسط یعنی چی؟ به خدا نمیدونم. هافبک وسط تیم از 11 نفر تشکیل میشه. یه دونه گلر، 4 تا دفاع، 4 تا هافبک، 2 تا فوروارد.
دو تا هافبک وسط در واقع تقسیم توپ می‌کنه. هافبک راست، دو تا هافبک وسط. منم اون وسط هستم. بله، ببخشید که من اطلاعاتم از فوتبال کمه. تا حالا چند بار توپ تو سر بقیه زدین؟ با شوت. از همون بچگی. تعداد چون نداری؟ نه. توپ تو سر داور زدین تا حالا؟ خوردم. خورده. شما چی؟ من یادم نمیاد ولی یه بار آقای محمود یاوری یکی از مربیای خوب فوتبال ایران هست. یه روز قبل از بازی با استقلال بود توی تهران استادیوم آزادی، من رو آورد کنار که با من کار اختصاصی انجام بده. برای من توپو قل میداد که من شوت بزنم. یکی از شوتایی که قل داد من زدم خورد تو صورت آقای یاوری. بله. خلاصه گرفت منو که من دارم آخه منو بکشی، من دارم به تو کمک میکنم. بله. شما وح کردی یکم به دیگران صدمه بزن. همسایه‌هاتو که کشتی عمرو. صورت آقای یاوری هم بفرمایید که شما چند تا مسابقه تا حالا شرکت کردی؟ میدونی تعدادشو؟ مسابقات برای تیم مسابقات رسمی دیگه. رسمی برای تیم ملی حدودا 75 تا بازی ملی من انجام دادم. بله. تو کشورهای که زیاد رفتم نمیتونم الان همه‌شو بگم. شما یادتونه چند تا بازی ملی داشتی؟ فکر میکنم 30 تا 35. 30 تا 35. آقا اینجا نوشته که الان عرض میکنم یه دقیقه مهلت بدیم ببنده. اینجا دو صف هست پلاتوش، یه پنجتا اینور یه شیشتا اینور، نصف نصف نصف. اینجا نوشته که به جای گرفتن رژیم های عجیب و غریب میرین با دستگاه های مختلف ولو میشین اونجا ماساژتون میدن دستگاه، روزی نیم ساعت یک ساعت اگه نرمش کنی مشکلت حله. پول بی خودم نمیدی چون از کلاس که میای خونه میشینی سه پرس میخوری، ولی ورزش که میکنی همه چیت متعادل میشه. بله، شما این نمایش ببینین. دوباره میام خدمت. We'll be right back.
درود و صد درود. چمنگاه ادب این پهنه توپ نمون را در پیش پای شما گلدوستان میدان رو به تور می نشینیم و مرور می کنیم ادب فوتبالیست و اندام آن را. 18 قدمت اگر بیامد توپی، گو یواشکی به او که خود هم توپی. مصرع دوم را زین خاطر باید گفت که توپ تصور کند توپ دیگری در زمین است، گول خورده خارج شود. ادب فوتبالیستی یا فوتبالیستی ادب دیربازترین، جنجالیترین و همه‌گیرترین ادبی است که تاکنون در تاریخ ادب به زمین آمده است. توپ بچه منچستری داوود بخام اولین ادیب فوتبالیست بود که نامش در تاریخ مسبوت است. جماعت وی را چنین تشویق می نمودند: داوود بخام، داوود بخام، مگل می خوام، مگل می خوام. و عالم ادب فوتبال به کام بخام گشت کام روا. اولین ادبای فوتبالیست در ایالت وایت هارت لین شهر خارتوم ترکیب نمودند و اولین گروه ادبی خود را با این ترکیب به میدان ادب وارد نمودند. نماد نما داوود سیمرد ادبان دروازگان، روا، وعا، با، اوکوچا، ادیب مدافعان ادب، راهیان غیغز، مکنمنه، لالسکندری، آبلاردو، ادیب میان روان، دیگو دلاوگا دواسیس مارادونا و اسکندر پیردل در صف ادیب مهاجمان. اولین ادیب شوت ادبی را اما ادیب مهاجمی ولزی به سمت دروازگان حریف روان نمود. وی که یان راش نام داشت، هر توپ پیسر راش قرار می گرفت، آنچنان شوت می نمود جمعیت بلند کنا. جمیع ادیبان فوتبالیست متفق القولند که گرد مولر بهترین ادیب فوتبالیستی است که تاکنون وارد آوردگاه ادب فوتبال شده است. او سانترها می نمود دندان ریز، دریبل‌ها می گزید فک فرسا و پاس‌ها احاله می نمود طاقت نما. گرد مولر که از اوان کودکی بر گردکان تکل می رفت، به تدریج ادب خود را تقویت نمود و توانست بر کره های بزرگتری تکل رود. اما اولین جعل تاریخ ادب این خطه را کرتیول اصلی کرسی با نام گوی گوچه آ به منصه رسانید. او که همواره توپ‌های ارسالی را خراب می‌نمود، مورد تنبیه تماشاگران ادیب قرار می‌گرفت با این مضمون: گوی گوچه آ، گاچه ای گو او. در قرون بعد ادیب مهاجمان آنچنان بر دیگر ادیبان رشته‌های دیگر تاختند که تمامی گونه‌های ادب ورزشی تا سالها محجور ماندند و هیچگاه نتوانستند آن گونه که باید بر این نمط ادب کنند. دورگوانی چند در آمادگان پخش به سر میبرند، یک سر نیوش مینماییم. با سلام خدمت ادیب محترم. درود. ادب کورنر کشی هستم ناموفق. چرا ای عزیز؟ نمیدانم، چند وقتی پایم به کورنر کشی نمیرود. در چه قسمت مشکل دارید؟ هم در کورنر هم در کشیدن. به کورنر زین پس بفرمایید گوشه، و برای کشیدن هم زانوان خود رو بیشتر تقویت کنید تا بتوانید راحت تر گوشه کشی نمایید.
متشکرم. سپاسگزارم. درگوی دیگر. با سلام خدمت استاد محترم. درود. توپی هستم بدبخت. از چه رو؟ دائم به من لگد می نمایند و مرا به این طرف و آن طرف پرتاب می کنند. توپ عزیز، این جوهر توپیت است که این سو و آن سو پرتاب شود. حتی بعضی ها به من کات هم می دهند. کات نه، بفرمایید چرخش. بله، به من چرخش می دهند. سرم گیج می رود. کمی استراحت نمایی درست می شود. فقط یک جا می توانم استراحت نمایم. کجا؟ درون گل. پس درون گل بروید و استراحت بنمایید. چشم، متشکرم. سپاسگزارم. و ما واژگان گزیده این مقال. زین پس به جای واژه غریب و محجور آبل بالبو بفرمایید آبال بالو. دیگر واژه گزیده این مقال به جای واژه محجور و منحوت پل اسکولز بفرمایید مکاتب پلسازی. همچنین به جای واژه بیگانه فوروارد بفرمایید چهار تازه وارد. دیگر واژه گزیده این مقال به جای سانتر فوروارد زین پس بفرمایید وسط چهار تازه وارد. واژگان گزیده این مقال وسط چهار تازه وارد به جای واژه بیگانه سانتر فوروارد، چهار تازه وارد به جای فوروارد، مکاتب پلسازی به جای پل اسکولز و آبال بالو به جای آبل بالبو. رخسار بردار گاه به همراه عارف بازی ساز به میانه آورد آمده گروپ می نماید تا گاه آورد را به آخر برسانیم. پس تا عارف بازی ساز با دستیاران رخسار بردار قاطی ننموده و گروپی گاه را مخشوش نساخته، درود و دو صد بدرود. آیه اصلی بفرمایید، توی یک قضاوت نادرست توسط داور شما خودتون رو کنترل میکنین چون از نظر اخلاقی کار درستی نیست، یا اینکه از جریمه ها و چیزای بعدیش میترسید؟ هر دو صورت میشه گفت، ولی الان چون بیشتر این مسئله اخلاقی خیلی تاکید دارم و این جوانترهای ما رو به عنوان یه الگو برای خودشون میدونن. بله. به خاطر این ما باید مواظب این حرکاتمون باشیم. یه موقع از کوره هم در میریم به داور اعتراض میکنیم ولی بعدش پشیمون میشیم که نباید این اعتراض هم انجام میدادیم. تا حالا شده که شما خیلی عصبانی بشین و برخورد داشته باشین؟ بله بله شده. بعد اخراج شدین از زمین؟ بله اخراج هم شد. خیلی خوب. شما چی؟ شما هم خاطره اینجوری دارین؟ والا بیشتر به خاطر اون چیزای اخلاقیش رعایت میکنیم، ولی خب بازیکنایی که سن و سالشون بالاست و تجربه بالایی دارن مثل آقای استلینا، موقعی که همچین داوری قضاوت برعکس تیم‌ها رو انجام میده، خلاف تیم‌ها رو انجام میده، آقای استلینا دیگه تجربهشون زیاده، ما جوان‌ترا رو میفرستن جلو، ما اخراج میشیم، بعدا میگن خب جوانی کردن. خسته نباشید. عرض کنم که شما فرمودین آقای زرین چه سن و سالشون بالاست، ایشون هم بالاخره گفتن که آقای استلیشون سن و سالش بالاست. نه بالا که نیست آقای زرین، چه الان حدودا 31 32 سالشه. گفتی دیگه. نه چیز نکن، میخواد جمعش کنه اینجوری قضیه دیگه نمیشه. شنی تموم شد، شنی داد. عرض کنم که بفرمایین که سوال آخری که ما از همه میپرسیم و میدونین چیه؟ نمیدونین. شما دختر به فوتبالیست میدی؟ فرض کنید دختر داری 25 سالشه، میدی به فوتبالیست؟ نه. چرا؟ چرا؟
چون خیلی سخته، خودم الان میرم خیلی سخته. دختر به فوتبالیست دادن سخته؟ بله. یا فوتبالیست بودن سخته؟ چون دختره خیلی زجر میکشه. چرا؟ چون همش تو کار فوتبال و تو این شهرستان، تو این کشور و خیلی کم میتونه به خانواده برسه. شما چی دختر به فوتبالیست بودین؟ فکر کنم حالا شما چی اگه داشته باشین؟ من که آخه ربطی نداره. چرا حالا شما فکر کنید یه دختر دارید من میخوام، به من میدید شما؟ به شما نه. به شما نه. ولی شما چی دختر فوتبالیست بودید؟ آره میدم. چرا؟ خب این که همش تو سفر و مشغله و شهرستان و خارج. میتونه با خودش ببره. میشه؟ آدم میتونه همسرشو با خودش ببره هر سر همه مسابقه؟ دیگه همه جا که همسر رو نمیبرم با خودشون. خب شما که فرد معمولی هستی همه جا فکر نمیکنم ببرم. نه تو هم مثلا هر سفر خارجی نمیشه برد؟ میشه برد؟ نه همه سفرها نه، ولی بعضی ها میشه برد. بالاخره دختر میده به فوتبال. بله میده. خیلی خوب عرض کنم خدمتتون که تموم شد حیفمون میاد تموم شه. انقدر دوست داشتنیان هر دوشون و انقدر ما لذت بردیم از لحظاتی که اینها با فداکاری سعی کردن که تیم ما رو به پیروزی برسونه که من دلم نمید برنامه تموم شه، ولی چیکار کنم وقتمون کم. ایشون هم انقدر همسایه‌هاشو کشته که دیگه خسته است، الان باید برن استراحت کنن. آیه اصلی هم فردا صبح سفر خارج از کشور دارن برای بازی. من بیشتر اذیتتون نمی‌کنم. خیلی ممنون که تشریف آوردین. ان‌شاءالله که همیشه همونطور که موفق بودین تا حالا سال‌های سال موفق‌تر از این خیلی ممنون و سرافرازتر از این باشیم که هستیم. خیلی ممنون میکنم از شما، این برنامه خیلی خوبه. قربون شما. خیلی ممنون که تشریف داشتید پای تلویزیون. کم کن صدای تلویزیون و فوتبال که پخش میشه، هول نشو. حالا ایشون یه چیزی گفتن ولی خیلی جدی نبود. خوابن همسایه ها، خواب نکنی کار. میخواستم بگم این نمایش ببینید. شب بخیر، خداحافظ. We'll be right back.